مسیح من، توی شفای من، مسیح من، غذای جان من، مسیح من، آب حیات من، حیات جاودان من. شنوندگان گرامی، در برنامه این هفته راجع به تولد دوباره و نشانه های آن صحبت می کنیم. عزیزان، در انجیل یوحنا فصل سوم می بینیم که یکی از علمای دینی قوم یهود که اسمش نیقودیموس بود و معلمی بزرگ نیز بود، یک شب برای گفت و شنود نزد عیسی مسیح آمد و عیسی به او چنین فرمود. در انجیل یوحنا فصل سوم و آیه سوم و همینطور آیه هفتم می‌خوانیم که عیسی مسیح به نیقودیموس، آن عالم دینی قوم یهود، فرمود: یقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد، نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. عیسی مسیح همچنین به نیقودیموس فرمود: تعجب نکن که به تو میگویم
همه باید دوباره متولد شوند. آمین. دوستان، خوبه بدونیم که در این آیات از نوع تولد یافتن و تولد دوباره به تولد روحانی انسان اشاره داره که تولدی از بالا و از خدا می باشه. توجه داشته باشید که این تولد از طریق والدین و خانواده به فرزندان منتقل نمیشه. با توانایی و تلاش انسان نیست که این گونه تولدی به دست میاد. با میل و اراده سایر مردم نیز میسر نمیشه، بلکه فقط و فقط از بالا و از خدا حاصل میشه. تولد دوباره یا تولد روحانی انسان یکی از مزایای نجات مسیحیه که روح القدس به هر شخصی که به عیسی مسیح ایمان بیاره عطا میکنه. دوستان، در ارتباط با این نکته بسیار مهم که تولد دوباره ما تولدی است روحانی و فقط از بالا یعنی از خداوند می باشه، به کلام خدا مراجعه کنیم و در این زمینه آیاتی را با هم مطالعه کنیم. به انجیل یوحنا مراجعه می کنیم و در فصل اول آیات 12 و 13 می خوانیم که کلام می فرماید: اما به آن کسانی که او را یعنی عیسی مسیح را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم بلکه از خدا تولد یافتند. آمین. و باز در کلام خدا به کتاب تیتوس فصل 3 آیه 5 مراجعه می کنیم. این قسمت از کلام خدا در مورد تولد دوباره از بالا می فرماید: او ما را نجات داد، اما این نجات به خاطر اعمال نیکویی که ما کردیم نبود، بلکه به سبب رحمت او و از راه شستشویی بود که به وسیله آن روح القدس به ما تولد تازه و حیات تازه بخشید. آمین. و بالاخره به اول یوحنا مراجعه می‌کنیم و در فصل 5 آیه 1 می‌خوانیم که می‌فرماید: هر که ایمان دارد عیسی همان مسیح است، از خدا زاده شده است. آمین. خدا را شکر. عزیزان، بایستی توجه داشته باشیم که انسان به خاطر گناه از خدا جدا شده و از لحاظ روحانی مرده است. پس نیاز داره که تولد دوباره یافته و از حیات الهی بهره‌مند بشه. وقتی انسان بپذیره که گناهکاره و گناه او را از خدای پاک و مقدس جدا کرده و دچار موت نموده، اگه از گناه توبه کنه و به عیسی مسیح خداوند ایمان بیاره، از گناه و نتایج شوم آن نجات مییابه و تولد دوباره از بالا را دریافت میکنه. عزیزان شنونده، آیا شما از گناهان خود توبه نموده اید؟ آیا به عیسی مسیح که برای آمرزش گناهان شما خونش را داوطلبانه بر روی صلیب ریخت و مرد و پس از مرگ روحاً و جسماً از مردگان قیام نمود و حال زنده است، ایمان آورده اید؟
دوست عزیز، اگر از گناه توبه کرده و به عیسی مسیح خداوند و واقعیت مرگ و قیام او ایمان آورده باشید، شما نیز از نعمت نجات مسیحی بهره‌مند شده و تولد دوباره یافته اید. اگر فرض نماییم که شمع خاموشی در درون هر انسانی که به این جهان وارد میشه وجود داره، میتوان گفت که در هنگام تولد دوباره انسان، این شمع خاموش از بالا و توسط خود خدا روشن میشه و نور و روشنایی الهی جایگزین تاریکی روحانی و درونی انسان میگرده. عزیزان، در این قسمت مطالعه خود به مبحث نشانه های تولد دوباره میپردازم. صحبت خودمون را با سوالی خدمت شما شروع میکنم و اون سوال اینه که آیا نشانه های واضحی وجود داره که شخص با توجه به این نشانه ها بیشتر مطمئن بشه که تولد دوباره یافته؟ عزیزان، توجه بفرمایید که اگر بچه ای را که متولد میشه و رشد و نمو میکنه در نظر بگیریم، بعضی از نشانه های تولد دوباره را که تولد روحانی انسانه میتوان در زندگی نوزادان در حال رشد نیز مشاهده کرد. برای مثال، نوزاد در حال رشد به شیر و به طور کلی به غذا احتیاج داره و برای آن حریصه. شخصی هم که تولد دوباره یافته و در حال رشد و نمو روحانیه، به غذای روحانی که کلام خدا می باشه نیاز داره و همواره مشتاق اوست. کلام خدا در اول پتروس فصل دوم و آیه دوم می فرماید مانند نوزادان مشتاق شیر روحانی خالص باشید تا با نوشیدن آن بتوانید رشد و نمو کرده و نجات یابید. آمین. عزیزان، نمونه دوم، تصور بفرمایید که نوزاد در حال رشد به شستشو و نظافت احتیاج داره و وقتی نوزاد خودش را کثیف میکنه گریه و زاری سر میده. همینطور شخص تولد دوباره یافته نیز میخواد از آلودگی گناه دوری کنه و زندگی پاکی داشته باشه. در این مورد کلام خدا در اول یوحنا فصل سوم آیه نهم میفرماید هر که فرزند خداست نمیتواند در گناه زندگی کند، زیرا ذات الهی در اوست و نمیتواند در گناه به سر برد، زیرا خدا پدر اوست. آمین. عزیزان، اما هرگاه شخص تولد دوباره یافته با گناه آلوده بشه، خودش را میتونه توسط توبه و اعتراف گناه به خدا پاک بکنه. مثال سومی خدمت شما عرض میکنم. نوزاد در آغوش مادر خودش احساس آرامش و امنیت میکنه و وقتی بزرگتر میشه از بودن با پدر و مادر و گفتگو و رفاقت با آنها لذت میبره. همینطور شخصی هم که تولد دوباره یافته به بودن در حضور خدا و گفتگو و مشارکت با خدا نیازمند می باشه. کلام خدا مملو از اشاراتی به این نکته مهمه.
یک ایماندار به عیسی مسیح که تولد روحانی دریافت کرده باید همواره در کلام خدا بمانه، چرا که او شیر روحانی، او غذای روحانی را در او پیدا خواهد کرد. عزیزان، به کلام خدا مراجعه می کنیم و آیات دیگری را در ارتباط با تولد دوباره مطالعه می کنیم. مزمور 16 آیه 11 می فرماید: تو راه زندگی را به من نشان خواهی داد، حضور تو مرا از خوشی لبریز می کند و به من شادی ابدی می بخشد. آمین. همینطور کلام خدا در افسسیان فصل 6 آیه 18 می فرماید: همه اینها را با دعا و مناجات انجام دهید، همیشه با هدایت روح القدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار و پشتکار داشته باشید و برای همه مقدسین دعا کنید. همینطور عزیزان، کتاب فیلیپیان فصل 4 و آیه 6 در کلام خدا می‌فرماید: برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید. و بالاخره مثال 4 در مورد اینکه ما از کجا بدونیم که تولد دوباره را دریافت کردیم یا نه، لازم به ذکر می‌دونم چنان که نوزاد تدریجاً رشد می‌کنه و شباهت او به پدر و مادرش در طول رشدش بیشتر نمایان می‌گرده، شخصی نیست که تولد دوباره یافته به تدریج روزانه در مسیح خداوند رشد می‌کنه و از لحاظ روحانی و اخلاقی به شباهت او در میاد. عزیزان، کلام خدا در رومیان فصل 8 آیه 29 می‌فرماید: زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می‌شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند و تا پسر نخستین برادر در میان برادران بسیار باشد. آمین. خدا را شکر. دوست عزیز من، چنانچه مایلی تا امروز و در همین لحظه از بخشش گناهان خود اطمینان یافته و نجات و حیات الهی ابدی خداوند را دریافت کنید، با من به حضور خدا اینگونه دعا کنید: خداوندا، تو را شکر می کنم به خاطر فیض، محبت و لطف عظیمی که در حق من داشته و داری. خداوندا، تو را شکر می کنم که راه بخشش گناهان من و راه نجات و حیات دوباره الهی را برای من مهیا فرمودی. خداوندا، من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان تمام گناهان مرا یک بار برای همیشه بر روی صلیب جلجتا پرداخت. پدرجان، از تو خواهش می کنم گناهان مرا در نام عیسی مسیح ببخش. از تو می طلبم تا با روح مقدست به زندگی من آمده و مرا هر روزه یاور و هادی باشی. پدرجان، من زندگیم را، تمام آرزوها، هستی و خواسته هایم را به تو تقدیم می کنم. از زندگی من هر روزه برای جلال نام خود و خدمت و محبت به دیگران استفاده کن. من این دعا را
در نام عیسی مسیح به حضور تو می آورم. آمین.